دوستان خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه زنان امید همراه شما هستیم. بله عزیزان، تو برنامه قبلی بهتون گفتیم که ضرب المثل یه جمله کوتاه حکیمان است و اینکه کتاب امثال در کلام خدا پر از این جمله های حکیمان است. همینطور توضیح دادیم که فرقی نداره تو چه شرایطی هستین، چه تحصیلاتی دارین یا چند سالتونه، این ضرب المثل ها به شما کمک میکنه که در حکمت و شخصیت و رابطتون با خدای زنده رشد بکنید. حافظه خیلی خوبی داری نوشین. دقیقا همینطوره که میگی. لطف داری فرشته جان، ممنون از تشویقت. عزیزی میدونی دیشب بارون شدیدی میومد، یهو از خواب پریدم و دیدم صدای چیک چیک آب میاد. سقف شیرگونی داشت چکه میکرد. میدونستین یه ضرب المثل درباره چکه کردن آب تو روزای بارونی داری؟ بله من میدونم. بگم؟ بگو. میگه که چکیدن پیوسته آب در روز بارانی و زن ستیزجو مشابهن، یعنی که زن ستیزجو و چکیدن آب رو به هم تشبیه کرده. به این معنی که هر دوشون میرن رو اعصاب آدم. دقیقا. وقتی به چیک چیک آب شیرمونی گوش میدادم حس میکردم هیچ وقت تمومی نداره. درسته، همونطور که گفتم به هم شبیهن. غرغر کردن و جر و بس کردنم دقیقا همینطور اعصاب آدم رو خورد میکنه. درسته، سقفی که چکه میکنه میتونه خیلی خطرناک باشه. دیشب همسرم مجبور شد بره روی شیرمونی و با زحمت زیاد جلوی چکه کردن سقف رو به طور موقت بگیره. بالا رفتن از شیروانی و پایین اومدنش کار خیلی خطرناکی بود. ممکن بود هر آن پاش سر بخوره و خدای نکرده آسیب ببینه. تا حالا به این فکر کردین که قرقرای شما میتونه چه آسیبی از خودش به جا بذاره؟ نه فقط امروز، بلکه حتی هفته ها یا سال های بعد. میدونین کلمه هایی که شما استفاده میکنین میتونه چه تأثیری روی همسرتون بذاره؟ وقتی دارین غر میزنین بچه هاتون صداتون رو میشنون؟ همسایه هاتون صدای جر و بحثتون رو میشنون؟ به نظرتون وقتی دارین بدون فکر حرف میزنین خداوند با شنیدن صدای شما چه فکری میکنه؟ میدونین؟ خداوند درباره زنی که همیشه در حال دعوا و عیب‌جوییه چی فکر میکنه؟ امثال 21 آیه 9 به ما میگه سکونت در کنج بام به از زندگی زیر یک سقف با زن ستیزجو. الان دارم به این فکر میکنم که همسر خودم تا حالا چند بار آرزو کرده بره کنج بام و خونه زندگی کنه. خب من یه آیه دیگه میخوام براتون بخونم، یکی از آیات مورد علاقه خودمه. امثال باب 25 آیه 11 میگه سخن سنجیده سیب طلاست در سینی نقره. مثلا قشنگی نیست؟ چرا خیلی قشنگه. من تا حالا سیب طلا وسط سینی نقره ندیدم، اما وقتی توی ذهنم تصور میکنم میبینم چقدر زیباه. میتونین یه سینی نقره رو تصور کنین که روش با سیبای خوشگل طلایی تزئین شده؟ تصور کنین نور خورشید روی این سیبای طلا میفته و میتونین شاهد یه رقص نور زیبا بشین. همچین گنجی رو چطور توصیف میکنین؟ اصلا میشه روش قیمت گذاشت؟ دارم فکر میکنم آیا کلام من شباهتی به این تصورات داره؟ کلام شما چطور؟ امروز چه سیبای طلایی به دیگران دادین؟ میخواین امروز از خدا بطلبین که قرقرا و نقنقاتون رو ازتون بگیره و به جاش بهتون سیبای طلا تو سینی نقره بده؟ اون وقت دیگران سخنان زیبای شما رو تحسین میکنن. میدونین کسایی که همیشه در حال شکایت کردن از دیگران و تغییر دادن اطرافیانشون هستن میتونی کلمه مناسبی برای این افرادی که مخالف این شخصیت هستن پیدا کنی؟ من یه کلمه پیدا کردم. بگم؟ بگو. من فکر میکنم که کلمه صلح‌جو مناسب باشه. نه؟ عالیه. یه روز عیسی کنار شاگرداش نشسته بود و داشت درباره راه و روش زندگی برای اونا حرف میزد.
که این رو میتونیم در انجیل متی باب 5 آیات 1 تا 9 ببینین، اگه دوست داشتین بعدم میتونین خودتون بخونین عزیزان. که اینجا این کلمه صلح‌جو که گفتم از اینجا برداشتم فرشته جان. اینجا کلمه صلح‌جویان آخر حرفای عیسی به چشم میخوره. موافقی اصلا بخونیمش برای عزیزان؟ حتما. کلام به ما میگه چون عیسی آن جماعت را دید به کوهی برآمد و بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال حلیمان، زیرا آنان زمین را به ارث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. آمین. شکر برای کلام زیبا و پر از حکمت خداوند. شکر. مرسی فرشته جان. خیلی حس خوبیه که وقتی میدونیم اگه تلاش کنیم اونطوری که خدا میخواد زندگی کنیم، یعنی اینکه فروتن و بخشنده و صلح‌جو باشیم، خدا به وفور به زندگی ما برکت میده. آمین. عزیزان امروز میخوایم یه نامه از شنونده براتون بخونیم. این شنونده عزیز چیزایی از برنامه زنان امید یاد گرفته که تو زندگیش خیلی کمک کرده. این دوست عزیز 25 سالشه و با حس خشم خیلی دست و پنجه نرم میکرده. نوش اینجا میتونی خوندن نامه رو برای اون شروع کنی؟ حتما. این دوست عزیز اینطور نوشته: من برنامه زنان امید رو دوست دارم. اخیراً یکی از برنامه هاتون که راجع به خشم بود و شنیدم. دیگران رو نمیدونم اما خیلی چیزا باعث خشم من میشه. دوست ندارم یه آدم عصبی باشم اما خیلی وقتا خودم رو تو این شرایط میبینم. دوست دارم بقیه رو ببخشم و الگوی خوبی براشون باشم. تو اون برنامه من متوجه شدم که باید اجازه بدیم روح القدس ما رو هدایت کنه تا به دیگران آسیب نرسونیم. بله دوست عزیز، خیلی خوشحالیم که برنامه زنان امید بهت کمک کرده و همینطوره، حق با توه. زمانی که از عیسی بخوایم کنترل زندگی ما رو به دست بگیره، روح قدوسش رو برای ما میفرسته تا به ما کمک کنه. ما چند وقت پیش در این برنامه صحبت کردیم. عیسی وعده داد که وقتی زمین رو ترک کنه، روح القدس رو برای ما میفرسته تا راهنماییمون کنه. پس اگه با خشمت میجنگی یا با دیگران زیاد جر و بحث میکنی، شاید بهتره از عیسی طلب کمک کنی. وقتی به اون دعا کنی، جواب دعاهاتو میده. آمین. عزیزان دو تا دوست دیگه هم با ما شهادت زندگیشون رو در میون گذاشتن. مهشید و فرزانه دوستای خوبی بودن، اما مهشید خجالت میکشید چون پشت سر فرزانه پیش یکی دیگه از دوستای مدرسهش حرف زده بود و یکی از رازای فرزانه رو بهش گفته بود. وقتی فردای اون روز فرزانه رو بعد از مدرسه دید، حس گناه بهش دست داد و نمیدونست باید به دوستش چی بگه. فرزانه ازش پرسید چیزی شده؟ بعدش مهشید ماجرا رو براش تعریف کرد و ازش عذرخواهی کرد و گفت یادش رفته بود که اون حرف یه رازی بین خودشون بوده. فرزانه ناراحت شد اما مهشید رو بخشید. همدیگر رو بغل کردن و دوباره مثل سابق با هم دوست شدن. خدا رو شکر. عزیزان ما هم وقتی دعا میکنیم همینطوری هستیم. اگه با مشکلاتی که داریم بخوایم با خدا حرف بزنیم، برامون کار سختیه. نیاز به اعتراف داریم. باید به خدا بگیم که چه کار اشتباهی کردیم. اعتراف یعنی ما با خدا موافقیم که کار اشتباهی انجام دادیم و اونو پذیرفتیم و حالا میخوایم که خدا ما رو ببخشه و قول میدیم که دیگه اون کار رو تکرار نکنیم. میدونین تو کتاب مقدس در این مورد چی گفته؟ ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنین، او که امین و عادل است گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد. دوستان اعتراف یکی از بخش‌های مهم دعاست، چون باعث میشه همه چیز بین ما و خدا شفاف بشه
ما نباید موقع دعا احساس شرمندگی کنیم. همینطوره. دوستان، اول برنامه که یادتون میاد در مورد سارا و طه صحبت کردیم. فکر میکنم یکی از چیزایی که به سارا کمک کرد تا خودشو تغییر بده دعا بود، که این مهمترین قدم بود. عزیزان، وقتی با خشم درونمون میجنگیم، باید از خداوند طلب کمک بکنیم و خداوند همیشه جواب دعای ما رو میده. روح القدس به ما کمک میکنه جوری زندگی کنیم که باعث تشویق و بنای دیگران باشه. بله عزیزان، دعا میکنم که هفته پیش رو هفته پر از برکت برای تک تکتون باشه. آمین. و تا هفته آینده شما رو به دستان خداوند میسپاریم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار عزیزان.